اینجا روستای منه بونگری، زادگاه مادرم، من و دخترم. وقتی بچه بودم رفتم روستای پدریم، مدرسه رفتم، اونجا یاد گرفتم که بونگرو از توابع چهارداد خداست و برای رسیدن بهش باید از تنگ سمسیلی گذشت. حالا چند سالی هست به بونگرو برگشتم. ما بلوچیمو که فرنشیم، فاصلمون تا شهر خیلی زیاد. هیچ جاده آسفالتی مسافر رو به اینجا نمیبرد. هیچ کس فکرشو هم نمیکرد توی جای به این دوری مردمای بدون وسیله زندگی کنن. حتی بعضی اون شناسنامه نداریم. بچه هم با پای برهنه تو زمین های داغ بازی میکنن و بدون مدرسه بزرگ میشه. این زهراست، دو تا پسر داره. چند سال پیش عقرب یکی از بچه هاشونو گزید. اینم زینبه، خدا بیامرزه مادرش محسومه رو. موقع زایمان زینب از دنیا رفت. کسی نبود بتونه کمکش کنه. آخه اینجا هیچ درمانگاهی نیست، فقط مامه‌های محلی هستن. برای همین بعضی از بچه ها بی مادر بزرگ میشن. اولین بار که تو سرشماری کشوری قرار گرفتیم گفتن به چه امیدی اینجا موندید؟ برای رسیدن به رودخونه باید کلی راه برید. خواستن که جامون عوض کن و همه روستاهای فراکنده رو یه جا جمع کنن، اما به قول مادرم ما نمیتونیم از خاکمون دور بشیم. آخه اینجا مرده هامون دفن. علی از غر ایچی وزی یا بات خورده نشکنی؟ یواش برو. مدتی قبل عده‌ای با ماشین‌هایشون پر از وسایل اومدن اینجا. کاری انجام بعد برای هر خانواده یه مرغداری درست کرد و به هر کدوم 60 مرغ داد. این مرغی که الان پیش شما نگهداریه بوده، نه مرغی که از نظر نژادی با گرمای اینجا سازگاره. بررسیمو کردید و از نظر دمایی یک مرغ برای شما بیاریم که کمترین تلفاتی بود، یعنی تلفاتی به پایین‌ترین حالت ممکن برسه. و بعد اگر هم جوجه گزارش تو همین محل خودتو انجام بود، اون مرغ دیگه بومی همینجا بود بعد از دو نسل یا سه نسل که جوجه کشی اتفاق بود و سازگاریش با همین منطقه کامل
شکل دهید. شما زمانی که این مرغ رو تحویل گیری باید از این مرغ مراقبت بکرید که این مرغ از بین نره. برای این کار روزانه باید نظافت بکنید. مرغ شما اگر یه چیز آلوده بهش برسه میزان تخم گذاریش تا پایین. برای که بخواد میزان تخم گذاری مرغ رو کنترل بکنی و مقدار تخم گذاری استانداردش دست پیدا بکنی باید اون جاش آلوده نبود. زمان که تو دون بده دونم به اندازه‌ای باید بشه بده که بیشتر از حجم میزان دونشو نبود که عادت غذای مرغ تغییر بکنه. معمولا یه چیزی به اندازه 80 تا 100 گرم مثلا به ازای یک قطع مرغ تو یه دونه مرغ تو یک استکان تا یک استکان و نیمی که شما دست خودت هست به اندازه اون ابود تو براش رو دون بده. تنها راه حلی هم که ابود تو شما تعداد جوجه‌های خودت زیاد بکنی اینه که به صورت میانه تو شروع بکنی دو سه روزی یک بار یک دونه از اون تخم مرغ‌های مازاد خودت بونه. ایشون آقای کمالیه، بهشون میگن راهبر محلیه. مرغ خودت هر دو هفته یه بار میاد روستا، به همه مرغداری‌ها سرکشی میکنه و اگه مرغدارها مشکلی داشته باشن راهنمایی میکنه. هر بار که میاد برامون دونه مرغ میاره. معمولاً تا اومدن دوبارهش مرغا دونه. یه لذته بیرون من همین دونه تو بهتی تحویل بدن. این روزانه خب 5 تا از این کاسه و عرضی داخل او ظرفی که قرار اون مرغ تو دونش رو استفاده بکنه. خب این دونه داخل شو ذرت بیشتر از او اگر بخوای بهش رو بده واسه بود که مرغ تو افت وزن پیدا بکن. بعد هر 2 ساعتی یک مرتبه هم عرضی نگاه کنی که دونش رو ببو آبش هم کنترل نکنی که ببو. این دونه دیگه مال شما. خب نگاه بکن این مرغ هر موقع دیدید که از کنار چشماش خب آب زده نه اون موقع مرغدارید عفونت گته مرغت مریضن. بعد بیای داخل مرغداری تمیزی بکنی نظافت بکنی و دارو به همه اندازه اپاشی داخل مرغدارید که دیگه عفونت به بقیش و سرایت پیدا نکنه. هر موقع هم دید یه مرغ مثلا ضعیفتره بوده نیاشت از نظر خود مثلا شله زدنه شله بودنه بلندی بو که از مردارید بیاش بیرون که اگر این تلفات بخواد اتفاق بکنه او بیماری به بقیش منتقل نبو. به ما خیلی کمک میکنه. کم کم داریم چیزای بیشتری ازش یاد میگیریم. به جوجه نابو شما باید تخم مرغ با زیر یک فضای بنانیم که پوشال بگو مرغ بیاد روی او پوشال بنن که کروک بو به گفته خامو بعضی که کروک بود تخم مرغ تبدیل به جوجه رو. به همون گفت برای فرار از گرما برای خونه مرغا باید سرپوش ببافیم که حیوانات تو سایه بشینن. خواهد بافته؟ نیا کنیم برات پهنیه کرام. خب انانم اینجا سنگ هم زنب روش حواست بود که باد باران چیزی فقط بلندی نکن که بگیزه به خاطر که گرما سرماتا به مرغو تذیت نکن. حالا تا اونجا هم میان کنم دو مرغو تو وست رو چطوره دون خورید خراب بوده؟ این مرغداری ها کار من رو زیادتر کرده. هم مراقب مرغای خودم هستم هم مرغای مادرم رسیدگی میکنم. هر روز خونه مرغا رو تمیز میکنم و به مرغاها آب و دون میدم و چون چند کلاس سواد داشتم کمیته امداد برام یه تلفن خریده که رابطی باشم بین مردم ده. هرچند اینجا تلفن آنتن نمیده. برای تماس باید برم بالای کو که شاید بتونم صحبت کنم. زنای روستا راضی هن. سرشون به کار گرمه. حالا تو جمعشون در مورد حرفای راهبر صحبت میکنن. با خانم به فکر ببینه این مرغاش آورده به چه دلیل به نظرت آوردنش آوردنش کنش مثلا برای شوهرون میخوام یه از شغلیه ببوه با یک کاری بکنی تیتمیس میکنی چشو کنی تا تخم بکنه تخموشون دیگه خراب نکنی فوق مثلا 10 تا 5 تا شوهر بچه همون بقیه شهری برای جوجه همکاری بکنه خوره هم دیگه دوسته تای همین مردینو
درخواست بدهند جوجه زنی بیاره. جوجه زنی یه رو خواهم بود بهتری تا مثلا تخمرگون به رسی شهر سختی رستاره شو. همین مرغان الان گرونه، تخمر گرونه، با کروک شو بکنی جوجه بهرم بعد دیگه ساعت تا دیوه ستا ببین یا شغلیه بود و همون دیگه مجبور نبین برن دور. اما هم رو دیم سر دامو و هم نادونی که کار کنیم بچه همون هم حال ما نادون و هم دل درمون آراحت کار کنیم. سلام مهم سلامتی شونی سلامتی شون با خبر نه ایرا جای آنتینی زنگ بزنیم بودونی کجایی؟ نه و نه جای آنتینی نه نه آورا آنتی هست نه ایرا این که باید مرغاری ها رو بزرگتر کنیم و از مرغا جوجه بگیریم که شوهرامون دیگه نرن چوبونی مردم همینجا کنار ما تو روستا بمونه. حالا میتونیم به بچه همون هر روز غذا تخم مرغ بدیم که گشنه نمونن. از وقتی مرغداری راه افتاده کمیته امداد اینجا یک کفر ساخته، یک کارمند هم داره که اینجا رفت آمد میکنه و مشکلات روستا رو گزارش میده. منم یه جورای رابطه بین کمیته امداد و مردم. سلام. 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 چه خبر؟ سلام. شما داری روتینی؟ ما روتین برای کمیته امداد قلیگن. چه خبر؟ خوب دونه مرغی ما هم تمام بوده چیکار کنیم؟ رابر شغلیتون قرار دو روز دیگه دون بیاره مرغاتون. امروز شنبه هم دیگه دوشنبه انشالله دیگه هم که دون بیاره مرغاتون. من بیارم برم که بیارم. دره رای مسئله شما پاچه نه؟ دیگه برم تو رادیو وسیله موتوری خلاصه ماشین چیز پیدا کنم. ماشین پیدا کنم بذاریم بار دیگه بریم قلعه گم دیگه. فعلا باید برم حالا هم توری. خیلی خوب باشه. کار داری شما؟ مثلا. خدا.